مثل عزیز که اون شانزلیزی پلیسی که بگیر مستقیم میخوام بگیر منطقه که ساختمان های بلند داره مثل ساختمان های نیویورک اسمش لدفانس هست نمون لدفانس میگن میگیرس در منطقه لدفانس هم اینجاست که الان میگیر یک قبه ساختن یک گنبدی ساختن این گنبد هم که همینه یک میگیر حالا از فیلم میگیر که خیلی جالب بود فیلم والیون یعنی شیر شاه شیر شاه که حالا والیون کینگ میگن به انگلیسی لیون کینگ برحال والیون میگن به فرانسه این فیلم اولین فیلمی هست که دیسنی میسازه و دیگه کارتون نیست حیوانات بازی میکنه حالا که آدم ها میرن تو پوست حیوانات بازی میکنن خیلی قشنگ ولی شما ایرانی ها باید بدین این رو ببین اکونا ماتات شما باید بدین این فیلم رو ببین زندگی شماست سرنوشت شماست ببینید که دیسنی اکثر فیلم هایی که ساخته مثل علایالدین و چراغ جادو و غیره اینا افسانه های ایرانی بوده خیلی از افسانه های دیسنی اصلا اون هزار و یک شب ماهی هایی فارسی ساریاییش ایرانیست که میشن در کیدنی و یمنه قصه هاش اومده با اینا ولی این یکی واقعا قصه ایرانه یعنی نشون میده که چجوری با خیانت داخلی ها و توطئه خارجی ها شاه ثابت میشه شاه کشته میشه و فرزندش از آمریکا فرار میکنه مجبور میشه بره در تبعید و مردم سیاهی تباهی میدیم اونها رو و یک مشت حیوانات سیاه اندیشه سیاه دل میان و به اون خانینی که تو داخل هستن این روحانیون که همه خودم هستن اون برادر و شاه هستن هم دست و هم داستان میشن برای که ایران رو تباه سرزمین شیرها رو تباه میکنن سرسبزی و خرمی رو از بین میبرن همه جا رو بیابان میکنن همه چیز رو نابود میکنن و الاخر خواهش بکنم حتما برید این فیلم رو ببینید بعد اکونا ماتاتا وقتی که فرار میکنن فرار کردن میگن به ما چه یعنی اکونا ماتاتا دیگه به ما چه ولش کن ولی آخرش به اخر میترم و میگه نه من باید برم من تنها آزاد مردم مادرم عشقهامو برم آزاد فیلم خیلی قشنگ نه اگر یک کمی غیرت برای ما مونده باشه با اینکه من الان به شما گفتم که سرنوشت ایران هست شما میدید فیلمی و میدید که چی میدید به کسی باشه هستم من کنم اینجا از کسی میدید ذهنیت رو به من داد سپاس گذارم مطلع شدم که شاهنشاه آریامه بزرگ ارتشداران برای مراسم سان به میدان نزول اجلال میفرمایند 50 تیر توپ به مناسبت 50 سال شاهنشاهی پهلوی شلیک می شود. قلب شهر تبدا ملت به خواب به نازه چشمای شاه بیدار ترسی برای دشمن یه خشم بیامونه خوابیده که بیدار قلب شهر تبدار
چشمای شاه بیدار. مهمان یاران، خورشید سواران، باید خدا حافظی کنیم با هم، اما با ما باشید، با این تلویزیون پارس باشید که بهترین برنامه ها رو طی این سالا پیشکش شما کرده. از برادرم مهندس امیر شجره سپاسگزارم. آرزو دارم هر کجا هستی چاد خوش باشید. تا چند روز دیگه مدارس و دانشگاه ها باز میشه، بچه هامون میرن به مدرسه و دانشگاه در پناه اهورامزدا، خداوند دانا و توانا. نکته مهمی که میخوام بهتون بگم، ببینید بچه هامون رو نیاییم بچه ننه بار بیاریم. بچه های ما باید سلحشو گرد شیر باشن، زن باشه یعنی دختر باشه یا پسر باشه، باید ورزش رزمی از بچگی یادش بدید. کاراته، کونگ فو، باکس، کشتی کچ، فوتبال، والیبال، ورزش عادی رو یادش بدید، ورزش رزمی رو یادش بدید. نکته دیگه خیلی مهمه، بچه میره تو جامعه. الان این روزها در فرانسه همینطور، من آمریکا بودم دیدم، بیان میدم کدوم، نه انگلیس بود نیست که برها دیدم تو تلویزیون برنامه عادی داره برنامه پخش میشه، حتی برنامه مال بچه هاست دیدم داره پخش میشه، یه حرفای بد میزنه. به فرانسوی میگن پوتن، به آمریکایی انگلیس میگن فک، اینا رو میگن، اینا رو میگن روزانه. ما بده ما وای نگیم این حرفا رو، برای همین بچه حتی باید این ها رو بهش یاد بدین، بدون حرف بد چیه، حرف خوب رو قدرشو بدون، حرفای بدو بهش فحش ها رو میگه، اینا فحش بابا، اینا رو بینه فحش، این با داره یه خوشش بیاد چهار بارم بگی جشکانه نداره تو کنه، یه جشکانه نداره، همونطور که باید بفرستش مثل شیر تو جامعه باشه. ما سابق اینجوری بود، بچه رو فرستادن تو جنگل کوه دشت سر بره بالا کوه بخوره زمین، کوه پیمایی یاد بگیره، سوارکاری یاد بگیره، شمشیر زنی یاد بگیره، بچه ننه نمیخواین، فحشارم به یادشون بدین. چرا؟ چون تو جامعه میره فردا رو بهش فوش خواهر مادر میده، میگه خیلی ممنون مرسی بوکو به فرانسه. اتفاق افتاده بود، بچه رفته بود مدرسه، این بچه های دیگه بهش فوش بد اینا میده در میگه مرسی بوکو مرسی بوکو، باید باش میگه نگه نفهمیدی چی گفت، میگه نه پاپا، حالا بچه 6-7 ساله چه میدونه چی با تو بهش بگی، نگه تشکر میکنم سپاسگزارم وقتی بهش فوش میدم. آموزش اوستایی، آموزش ایرانی، آموزش انسانی، آموزش آریایی به فرزندانمون. پروانه رفتن میدین عزیزان من، قربونتون برم، شاد باشید، خوش باشید، هر کجا که هستید در پناه اهورامزدا، خداوند دانایی و توانایی باشید. بدرود و خدا نگهدار. شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم.